دوستان سلام، به ویدیو من خوش اومدید. من میثم خادم‌پور هستم. تو این ویدیو میخوام در رابطه با نرم افزار پریمیر صحبت بکنم و یه ترفند یا میتونیم بگیم یک روشی که میتونیم صدای رکورد شدهمون رو به صورت جداگانه با تصویر اون سینک بکنیم. همین ویدیویی که الان شما دارید میبینید رو میخوام وارد نرم افزار پریمیر بکنم و به وسیله همین میکروفون دارم صدامو ضبط میکنم و میخوام تصویر و صدامو با هم سینک بکنم. خیلی میتونه به دردتون بخوره. این ویدیو رو حتما تا آخر ببینید. بعضی وقتا ما مجبوریم که صدا رو به صورت جداگانه بگیریم و تصویر رو به صورت جداگانه. چرا؟ چون که ممکنه که دستگاه فیلمبرداری ما، حالا موبایل، دوربین، هر چیزی که هستش، دور از سوژه ما باشه و ما مجبوریم که از دستگاه‌های استفاده بکنیم که صدا رو به صورت جداگانه رکورد می‌کنن. حالا وسیله خیلی زیاده، بیشتر نمی‌خوام در رابطه با سینک کردن این دوتا با هم صحبت بکنم. صدا و تصویر رو با هم داریم، می‌ریم داخل نرم افزار پریمیر واردش می‌کنیم و خیلی کوتاه، خیلی راحت می‌تونیم اینا رو با هم سینک بکنیم. یه نکته خیلی ظریف داره که در ادامه بهتون میگم. بریم سراغ کامپیوتر و نرم افزار پریمیر. خب همونطور که می‌بینید من نرم افزار پریمیر رو باز کردم و یه پروژکت هم برای خودم ساختم. توی این قسمت، تو قسمت پروژکت، جایی که آبجکت هامون رو میتونیم وارد بکنیم، دو تا در اصل یه ویدیو، یعنی دو تا ویدیو من اینجا وارد کردم. من اینجا از نرم افزار کامتازیا استفاده کردم که همزمان هم صدای من رو رکورد میکنه هم دسکتاپ من رو رکورد میکنه. به خاطر همین ما دو تا ویدیو داریم. بعضی وقتا هستش که خب با استفاده از نرم افزار آدیوشن میتونیم صدامون رو رکورد بکنیم و اینجا خب چیزی که برای ما میاره مثلا یه MP3 برای ما میاره یا یه دونه فایل ویو برای ما میاره. به هر حال من اول از همه دسکتاپ هم وارد میکنم، میندازمش داخل تایملاین که بر مبنای همون فرمت ویدیوی من یک در اصل سیکونس بسازه طبق همون تعریف هایی که خودش داره، طول و عرضی که برای ویدیو هستش. و بعدش میام سراغ چی؟ میام سراغ دسکتاپ هم و دسکتاپ رو اینجا وارد میکنم. خب اگه نگاه بکنین الان من صدا رو قطع بکنم که راحت تر باشیم. بذارید من از اینجا میوت بزنم. هر دوتا میوت زدم. خب اینجا الان تصویر من داره پخش میشه. خب تصویر زیری در اصل ویدیویی هستش که از دسکتاپ گرفته شده. اگه لاین در اصل این ترک رو خاموش بکنم به این شکل، شما ببینید که این الان دسکتاپ من هستش. خب هیچ حرکتی هم توش نداریم ولی صداش سر جاش هستش. من چیکار میکنم؟ میام هر دوتا اینا رو به سمت جلو هدایت میکنم. اول انتخاب میکنم و به سمت جلو هدایت میکنم و بعد یک کلیک سمت راست میکنم. وقتی که رو هر فرقی نداره رو هر کدوم کلیک سمت راست بکنید، منویی که برای شما باز میشه، ما اینجا یک گزینه ای داریم به اسم سینکرونایز و میتونیم از این استفاده کنیم برای سینک کردن. وقتی که برای اولین بار برای شما باز میشه احتمالا رو حالت کلیپ استارت هستش و شما بذاریدش رو حالت آدیو و کار دیگه نیاز نیست بکنیم. فقط کافیه که دکمه اوکی رو بزنیم. خود پریمیر صداها رو تشخیص میده. الان کاملا میبینید که صداها رو تشخیص داد و اینا رو با هم سینک کرد. اگه من بیام برم جلوتر ببینید به این شکل، اگه اینا رو من بزرگترش بکنم ببینید که صداها دقیقا تو یک لول با هم قرار گرفتن و صدا و تصویر با هم سینکه. حالا من میام صدای ویدیومو خاموش میکنم. این الان ویدیوی من هستش که با موبایل گرفته شده. صداشو میوت میکنم و صدای دسکتاپمو فعال میکنم که با میکروفون گرفته شده. حالا با هم گوش کنیم. دوستان سلام، به ویدیو من خوش اومدید. من میثم خادم‌پور هستم. تو این ویدیو میخوام در رابطه با نرم افزار پریمیر کاملا صدا و تصویر با هم سینک هستش. البته ما یه نویز خیلی کوچیکی داریم داخل رکورد دسکتاپمون که توی یک ویدیو جداگانه در رابطه با این صحبت میکنم که چجوری میتونیم نویزها رو از بین ببریم، ولی خب به هر حال این سینک صدا هستش و همین، نکته دیگه‌ای نداره. فقط یه نکته بهتون بگم، بعضی وقتا ممکنه که تصویر شما یعنی دوربین شما دورتر باشه از شما و صدای ضعیف‌تری بگیره. یعنی مثلا این ویدیویی که گرفته شده، ویدیویی که مربوط به موبایل هستش که من ویدیو تصویری خودمو گرفتم، ممکنه دورتر باشه و تون صدای کمتری داشته باشم. اینجا یه نکته خیلی ریز رو میتونیم با هم بررسی بکنیم. خیلی راحت میتونیم بیایم تو قسمت بخشی به اسم افکت کنترل. البته بعد لاین اون ویدیو رو انتخاب بکنیم، صداش هم انتخاب بشه، بیایم توی بخش افکت کنترل و در قسمت ولوم، دقیقا تو قسمت آدیو ولوم، یه مقدار ولوممون رو ببریم بالاتر. با این کار البته بعد این تارگت ها رو یا اون کی فریم ها رو خاموش بکنه، ولوم رو ببریم بالاتر. با این کار تون صدای ویدیو رو بیشتر میکنیم و نرم افزار پریمیر خیلی راحت‌تر میتونه تشخیص بده. این یک ترفندی هستش که بعضی وقتا حالا به مشکل خوردیم میتونیم از این
استفاده بکنیم. نکته خاص دیگه ای نداره، خیلی راحت تونستیم ویدیومونو با صدامون تنظیم بکنیم. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. سعی میکنم از این به بعد ویدیوهای کوتاه در رابطه با پریمیر براتون بذارم. گفتم که یک فصل جدیدی میخوام شروع بکنم، به غیر از نرم‌افزار فتوشاپ، نرم‌افزار پریمیر هم کم کم در اختیارتون قرار بدم. نکته دیگه ای نیستش. مثل همیشه گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش میشود 70 رنگ. دلتون شاد باشه و لبتون خندون. خدا نگهدار.